ماکت که ملاحظه می‌فرمایید در مقیاس 1:100 یک رآکتور گداخت هسته‌ای برای تولید برق، یعنی آینده انرژی بشر همین گداخت هسته‌ای یا هسته‌ای هست. کلیه رادارهایی که در مناطق مختلف میتونه فعالیت داشته باشه تمام پارامترهای راداریشو استخراج میکنه و نشون میده، و اگر هر گونه لاکی از طریق، یعنی قفلش بخوام بکنه سیستمای گیرنده ما رو تو یگانه شناور و تو هر نوع یگانه دیگه که یگانه حتی اسکای زمینی هم باشه، این نشون میده و به محض اینکه به چنین عملی صورت بگیره آلارمش به صدا در میاد و میتونن از نظر ارتباطی بتونن که خودشون اینو رفع اون آلارمی که به صدا بله که به صدا میتونن اون کارو به صدا میان رفعش میکنن. این کپسول زیستی هستش که طراحی شده در ادامه پروژه انتقال حیات به فضا. سال گذشته ما ارتفاع بالغ بر 60 کیلومتر یک موش صحرایی و دو تا لاک پشت و فرستادیم. امسال برنامه‌مون این هستش که یک موجود زنده پیشرفته تر، یک میمون از خانواده زئوس رو تحت آموزش‌های خاصی ارتعاشی سیستم محیطی آماده پرتاب به ارتفاع 120 کیلومتری بکنیم. این ماکت همین الان ماکت همین محمول همین پروژه هستش. برامون مهم هستش که بدونیم موجود زنده‌ای که تو مدار زمین قرار می‌گیره با از نظر فیزیولوژیکی توی بافت‌های زنده چه اتفاقی می‌افته. این دستگاه به نحوی طراحی شده که روی زمین می‌تونه شرایط کم وزنی رو فراهم بکنه برای ما. 12 حسگر در اون تربیت شده که ما می‌تونیم بازخورد بافت‌های سلولی موجود زنده رو به نمایش بذاریم و مورد مطالعه قرار بدیم. همچنین ما سیستم پیشرانش گاز سرد ماهواره رو داریم که برای تغییر مدار ماهواره فجر انشالله استفاده میشه. از مدار بیزی شکل به مدار دایره‌ای شکل میتونه تغییر مداری بده. اونهای سیستم های کنترل هواپیمای هلیکوپترهای 212 و 214 از مواد فلزی ساخته میشن. اینها عمر عملیاتیش تمام شده بود و از مواد کامپوزیت اگر میشه در واقع طراحی بسازه. خوشحالم که الان خدمتتون عرض بکنم بعد از طی مراحل طراحی بر اساس پیشرفته ترین و بروزترین استانداردها تست‌های عملیاتی انجام شد و با مسرعت الان روی هلیکوپترهای 212 و 214 انجام شد. این در حقیقت هواپیمای اسپورتیه که 3 کلاس خلبانی رو میتونه پوشش بده و بیشتر ما برای بازار اروپا هم داریم روش کار میکنیم. این سامانه یک سامانه مدیریت هوشمند کنترل ناوگانه. این سامانه در دنیا کاملترین و بی‌نظیر، حتی از اونی که در نیویورک داره استفاده میشه این کاملتره. سامانه به این ترتیبی که این دستگاه پوز در وسط خودرو نصب میشه و این سامانه تاکسیمتر هوشمند هم زیر شیشه نصب میشه. از این بعد کرایه هایی که ما میخوایم پرداخت بکنیم به این ترتیبی کارت رو میزنم رو اینجا و پیاده میشم. کرایه من محاسبه شد، پرداخت شد، به حساب بانک هم واریز شد، راننده میتونه برداشت کنه.